سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. اپلای دانشگاه ورونا شروع شده و داخل این ویدیو قراره که بهتون یاد بدم چجوری داخل این دانشگاه وارد بشید. داخل وبسایتش بریم چجوری رشته ها رو پیدا کنیم، چه رشته هایی داره، اپلیکیشن فی داره نداره، بورسیه داره نداره رو همه اینا رو در طول ویدیو بهتون میگم. همینطور در راستای این مسیر من یه سری دانشگاه دیگه هم اپلایشو معرفی کردم، آموزشاشو گذاشتم که میتونید برید داخل کانال یوتیوب نگاه کنید و اگر دوست داشتید اطلاعات اون دانشگاه رو به دست آوردید و خواستید اپلای کنید از طریق اون آموزشا اپلای اون دانشگاه رو هم انجام بدید. بریم که من بهتون بگم که چجوری اول وارد وبسایت دانشگاه بشید. دانشگاه ورونا توی شمال کشور ایتالیا هستش و بورسیه استانیش سال قبل یه مقدار دچار مشکل شد، جوری که صدای بچه‌های ایتالیایی این دانشگاه در اومد و رفتیم اطلاعات پیدا کردیم، کسب کردیم که فهمیدیم که اینا فراموش نکنم دارم انجام میدم، همزمان دارم صحبتم میکنم، اینو گم نکنید دیگه. نوشتم یونیورسیتی آف ورونا و همون سایت UniVR داداتی رو رفتم داخل، رفتیم صحبت کردیم، دیدیم که ظرفیت بودجهشون از یه مقداری تا یه مقداری بوده و به یه سری از بچه ها نرسیده و صدای یه سری از بچه های ایتالیایی در اومده بود. این اتفاق ممکنه برای سال بعد هم بیفته، اینو در نظر داشته باشید که حالا به خاطر اینکه تعداد زیادی دانشجو دارن قبول میکنن، ملاحظه نمیکنن نسبت به این قضیه، نسبت به ظرفیت بودجهشون، این اتفاق ممکنه بیفته. مثلا برای دانشگاه ورونا این اتفاق افتاد، دانشگاه برشیا هم این اتفاق افتاد، دانشگاه پاویا هم این اتفاق افتاد. ولی خب حالا هر کدوم از این دانشگاه ها با توجه به شرایطی که داشتن تونستن یه جوری کاور کنن کسایی که مشکل داشتن توی قضیه بورسیه، حالا یه سری سال اولی بودن یه سری سال دومی بودن و هر کدوم مشکلات خودشون رو داشتن، ولی با این حال تعداد زیادی هستن که هنوز ناراضی هستن به خاطر اینکه حالا کمتر گرفتن پول یا نگرفتن، نتونستن واجد شرایط نشدن برای دریافت بورسیه. دانشگاه ورونا اپلیکیشن فی نداره، یکی از دانشگاهایی که ما نیازی نیستش پول پرداخت کنیم برای این که درخواست بدیم. خب اول از همه این که من میام اینجا روی کورسی دی استودیو کلیک میکنم برای این که رشته ها رو ببینم، بعد روی اینجا برای این که خب هدفم اینه که همه رشته ها رو نشون بدم روی توتی کورسی دی لاوریا کلیک میکنم، یعنی all the courses، و بعد از این قضیه اینجا که آخرین حالا آپدیتش 2024-2025 روش کلیک میکنم، لینگواش رو هم روی زبان منظورش لنگواش، من فرض رو برای میگرم که شما همه تو زبان ایتالیایی دیگه بلدید طول در طی این مسیری که حالا اپلای بقیه دانشگاهام گذاشتم، لینگوا رو انگلیزه میذارم و مقطع هم یعنی رشته رو هم تو تل آریا تی. خب الان اینجا روی کورسی دی لاوریا هستش برای کارشناسیه، کورسی دی لاوریا مجستراله برای کارشناسی ارشده، کارشناسی نشون میده که زبان انگلیسی چیزی نداره و من میام پایین روی کورسی دی لاوریا مجستراله کلیک میکنم، رشته که زبان انگلیسی هستش رو و البته ایتالیایی هستش رو من اینجا حالا فیلتر نکردم میاره، من اینا یه فیلترش هم بزنم انگلیسه. خب رشته‌ای که هستش رشته Artificial Intelligence، رشته Biology for Translational Research and Precision Medicine، حالا رشته دیگه هم که هست تو اینجا دارید می‌بینید، حالا تک تک بخوام بگم طولانی میشه. خب بعد از این رشته رو دیدیم بعد براش درخواست بدیم. قبل از این درخواست بدیم اینو بگم که وارد وبسایت رشته بشید، روی این گزینه آبیش کلیک کنید، اینجا اطلاعات مربوط به رشته رو ببینید که شرایطش چجوریه، تو کجا برگزار میشه و زبانش چجوری، مطمئن شید. ترک رشته رو ببینید که اگر من میام مثلا توی کامپیوتر انجینیرینگ فور اینتلیجنت سیستم، دو تا ترک داره، یه دونش مثلا پلن اینداستریال سیستم، یه دونش هلسکر سیستم، بعد برید هر کدومش رو مطالعه کنید،
مثلا هلس کیر سیستم روش کلیک میکنم ببینم که چه تو روسی هستش که قرار به من آموزش داده بشه، میرم مقایسه میکنم ببینم که چه درسایی هست تو چه ایریایی برگزار میشه و چند واحده هستش. درست توی ایتالیا معمولا 6 واحدی و 12 واحدی و 9 واحدی و کم پیش میاد 3 واحدی و 1 واحدی هم داریم. میتونید با رشته هم اینطوری آشنا بشید و حالا با اساتید این رشته تیچینگ استاف میتونید آشنا بشید، با اخباری که مرتبط با رشته هستش و تقویم آموزشی دانشگاه هم میتونید متوجه بشید که کلاس ها کی شروع میشه و بازه‌های زمانی امتحانات و تایم استراحت چه زمانی هستش. روی هاو تو اپلای میزنم، فرض میکنم که همین رشته رو میخوام براش اقدام کنم. هر رشته رو برید جلو، همین مسیر رو جلوی راهتون دارید، فرقی نمیکنه که از کدوم رشته وارد این صفحه بشید. خب من هاو تو انرول رو زدم، برای اپلای کردن و درخواست اپلای دادن وارد پورتال دانشگاه باید بشید. بعد از اینکه وارد پورتال شدی، اطلاعاتتون رو وارد کردید، اونجا باید به محل آخر برسونید خودتون رو، تایید کنید، سابمیت کنید، کارتون تمام میشه. بعد از اون منتظر ایمیل باید باشید که جوابتون بیاد و بعد از اینکه جوابتون اومد وارد این مرحله میشید. این مرحله ثبت نام دانشجوهایی هستش که قراره که عضو دانشگاه باشن، شماره دانشجویی بهشون میخواد تعلق بگیره اینا. بعد از این مرحله وارد بعد از اینکه حالا این ثبت نام انجام دادید، حالا دیگه انجام بعدش برای همین دانشگاه مشترکن، حالا نگفته بودم ولی بگم، باید حالا پول شهریه دانشگاه رو که یه مبلغ خیلی کمی هستش از کل شهریه بین 150 الی 2300 یورو، اون مبلغ رو پرداخت می‌کنی و بعدش بعد از اینکه سایت یونیورسیتی باز میشه برای سال تحصیلی جدید، مدارکی که اقدام کردی براش اپلای کردی رو داخل سایت یونیورسیتی آپلود می‌کنی و بعد از اینکه تایید دانشگاه شد به سفارت ارجاع داده میشه. بعد از اون مدارکی که استفاده کردی تو اپلای به سفارت میبری و موقعی که قرار ویزا بگیری این مدارک رو به سفارت هم نشون میدی و بعدش درخواست ویزا میدی و بعدش هم ویزا بعد از تایم خاصی که حالا در نظر میگیرن بهتون داده میشه و بعدش دیگه آماده میشید که انشالله وارد سفر بشید و به ایتالیا بیاید. این مراحلشه. حالا اینجا هم یه چیزایی در این باره نوشته، من اینا رو به صورت خلاصه توی یکی دو دقیقه هم بهتون گفتم. توی ادمیشن ریکوایرمنت اومده توضیح داده که وضعیت چجوریه، چه دروسی رو باید پاس کرده باشید یا چه رشته‌ای رو باید گذرانده باشید توی کارشناسی تا بتونید براش درخواست بدید، اگر اطلاعات آمادگی شخصی نیاز از خودتون داشته باشید، مثلا نیازی که آزمون خاصی بدید می‌نویسه اینجا و مدرک دیگه یکی نیازه نوشته که حالا 3 سال یا 4 سال شما باید تحصیل کرده باشید داخل ایتالیا یا خارج از کشور ایتالیا و مدرک دست آورده باشید و حالا اسکیل و نالج هایی که از شما تیار مدارک دیگه گرفته میشه توی دانش توی رشته هایی که بدون آزمون ورودیه. اینترنشنال استودنت رو زدم، حالا میام پایین. اینجا یه پری ادمیشن داریم اینجا که باید برای اون اقدام کنیم. حالا اینجا یه سری توضیحات هم میده برای هر رشته که چجوریه، مثلا چند نفر رو میگیره. حالا اینجا نوشته 33 نفر رو میگیره، بازه زمانی کالش هم از 1 مارس تا 30 مارس این دانشگاه و روی هیر بزنم، اوپنینگ نیو تب بزنم که باز بشه. اینجا بندوی رشته هستش، کال فور اپلیکیشن هستش، من روی کال فور اپلیکیشن میدنم که داکیومنت پی دی افی باز میشه که من داخلش میتونم نگاه کنم که چجوری میتونم اپلای کنم اگر باز بشه. فکر کنم سنگینه پی دی افش که اینقدر طول کشید. خب اینجا یه آماری هم حالا داده و میتونید چک کنید. این قسمت آنلاین اپلیکیشن فرم داره، من روش راست کلیک میکنم، رایت کلیک آنلاین اپلیکیشن فرم رو میزنم.
بعضی که اینو زدم میاد اینجا. اگر یه موقع این مسیری که من رفتم تا به اینجا رسیدم و نتونستید برید، داخل سرچتون بنویسید آنلاین اپلیکیشن فور دی یونیورسیتی آف ورونا. یه موقع هست شما گم کردی یا نتونستی برسی، از سایتش هم میتونم بهتون نشون بدم، isulineservices.it. از توی اینجا هم اینو این قسمت رو روی این کلیک میکنید و وارد این صفحه میشید. حالا اینجا بازه رو نوشته که از چه بازه ای تا چه بازه ای بازه و میتونید براش اقدام کنید. درباره مدارکی که بعد توی اپلای استفاده کنید فرمتش توضیح داده. یه نگاهی با هم دیگه کنیم. میگه کاری کاریم ویتا باید داشته باشید، یه سی وی کپی داشته باشید از مدارک تحصیلیتون که کسایی که فارغ التحصیل هم هنوز نشدن دیگه تا این تاریخ فارغ التحصیل بشن، اگر نمیشن اقدام نکنن. ریز نمرات و مدرکتون رو آماده کنید که ریز نمرات هم اینجا نوشته و گفته که انگیزتون از این که میایید به این دانشگاه و برای این رشته درخواست میدید رو بنویسید، ماکسیموم توی دو صفحه باشه و گفته که motivating the applicants interest in the program. یه پاسپورتی هم که حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشه از تابستون به بعد، یعنی 1 سال الان مثلا اعتبار داشته باشه رو استفاده کنید که دوباره تغییر ندید. مدرک زبان انگلیسی اگر مورد نیازه اونم آپلود کنید براشون و همینا دیگه، رفرنس لتر رو نمیدونم پابلیکیشن و چیزای دیگه هم اگر دارید میتونید اضافه کنید. اول از همه من اینجا باید بیام مشخص کنم که چه رشته ای رو میخوام براش اقدام کنم. آرتفیشال اینتلیجنس هست، بیولوژی هست، کامپیوتر هست، دیتا ساینس، اکونومیک، اینترنشنال اکونومیک، لنگویج، لیتریچر، دیجیتال کالچر، لینگویستیک، ماتماتیک، مدیکال بیو انفورماتیک، مولکولار و مدیکال بای تکنولوژی. من روی اکونومیک اند دیتا آنالایزر کلیک میکنم و اگر از کشور ایران هستم ایران انتخاب میکنم، اگر از کشور دیگه هستم کشور دیگه ایران انتخاب میکنم. آیا دانشگاهی که من داخلش تحصیل کردم توی سیستم آموزشی اون کشور ثبت شده یا نه؟ قاعدتا باید این اتفاق افتاده باشه. الان مثلا برای ایران باید ببینید که تو وزارت علوم ثبت شده یا نه. میزنم یس. اگه نو بزنم چی میشه؟ میگه نمیتونی ادامه بدی، باید با این ایمیل دانشگاه ورونا در ارتباط باشی. خب یس رو میزنم. میگه یه وبسایتی رو مثلا از دانشگاهتون به من بگی. مثلا من میزنم duty.ac.ir. /en هم میزنم که اگر وارد وبسایت شدن به زبان انگلیسی بهشون نشون بده. البته هر دانشگاهی وبسایتش فرمتش فرق میکنه. این الان وبسایت دانشگاه تهرانه، ممکنه که وبسایت دیگه ENG باشه یا هر چیز دیگه. حالا اینجا پرسیده Have you already been pre-admitted to past editions of this master's degree؟ میگه که تا به حال درخواستی دادید برای کارشناسی ارشد اینجور چیزا؟ نه. میگه که مشخص کنید که مدرکتون کدوم یکی از ایناست، کارشناسی اکونومیک یا کارشناسی اکونومیک استاتیستیک یا فایننس. و میگه که انکس وان رو نگاه کنید، اون وبسایت بودش که من اینجا نشون دادم. آره همینجا، اونجا برید نگاه کنید که منظورش کجا رفتن. آها خب اینجا من میذارم رشته اکونومیکم. البته اگر رشته های دیگه هم باشید یا دروس دیگه ای رو پاس کرده باشید و مثلا من رشته ریاضی خوندم رشته اکونومیک نیستم، میام پایین رو کلیک میکنم، چون مثلا اون واحدایی که مثلا پاس کرده بودم خیلی شبیه طبق اون گزارشی که داخل اون ریپورت انکس وان بود، میام این گزینه رو میذارم. ولی من فرض میکنم میام رشته اقتصاد. میگه معدلتون چنده؟ سیستم ایتالیا به این شکله که معدل رو از 110 وارد میکنن. حالا اگر من 18 از 20 شده باشم توی محاسباتم طرف این وسطی میکنم، میگم 18 ضرب در 110 تقسیم بر 20، معدل من میشه 99 و الان قبول کرد. اینو در نظر میگیرید که هر معدلی دارید، مثلا معدل 15 تا
تقسیم بر 20 میکنی ضرب در 110 میکنی 82.5. هر معادل داری تقسیم بر 20 میکنی ضرب در 110 میکنی، معادل تو اینجا مینویسی. چون توی مدرک کارشناسی ارشد توی ایتالیا البته همه مقاطع معادل رو 110 در نظر میگیرن، هرچند که سی نمره هستن یه معادل از سی هم وجود داره. اینجا پرسیده که تا حالا برای Invest Your Talents توی این بازه سال تحصیل تا حالا براش درخواست دادی یا نه؟ فارسیم چهات بد شد. برای Invest Your Talent بورسیه استعدادیابی ایتالیا که من داخل کانال تلگرام گذاشته بودم، برای اون تا الان درخواست دادی براش یا نه؟ که میزنیم نو. بعد از اینکه نو رو زدیم این صفحه ما تکمیل شده Completed و روی پیریت میشه کلیک میکنم. اینجا یه سری اطلاعات داده، گفته که پرسونال دیتای شما رو بررسی میکنیم، یک آنلاین سرویس اکسس بهش باید مورد تایید شما باشه، به اطلاعات شما دسترسی خواهیم داشت، داکیومنت های شما دسترسی خواهیم داشت، اگر موافقید آیکتر رو میزنید و رای دیگه هم ندارید. روی نیم کلیک میکنم و همینطوری اطلاعاتی از اینجا با خودم پر میکنم. نامم پایین نام خانوادگیم، اینجا میل یا فیمیل هم انتخاب میکنم، زبان مادریم رو که پرشن اینجا نیست، اگر زبان مادرتون عربی یا زبان دیگه هستش یا ترکیشه میتونید اینجا ترکیشه انتخاب کنید، ولی من خالی میذارم از اونجا که ستاره دار نیستش پس اجباری نیست پر کردنش. زبان دیگه ای رو اگر بلدید اینجا وارد میکنید، مثلا من انگلیش بلدم اینجا مینویسم. تاریخ تولدم از داخل این تقویم انتخاب میکنم، روی این وسط کلیک کنم به ماه و به سال برمیگرده و میام عقب، روی 1995 من کلیک میکنم، روی جوان و روی یاست. شهر محل تولدم رو تهران میزنم. میگه شما آیا اقامت جای دیگه رو داری یا مهم نیستش و ستاره دار نیستش. اینجا هم میگه که آره جایی که دوباره به دنیا آمدی و country of birth هم ایران. این اطلاعاتی که وارد میکنید طبق پاسپورت وارد کنید. اینجا هم باید آدرستون رو پر کنید، خیابونتون رو. من همینجوری یه چیزی از قبل فرم پر شده چون داشتم روش کلیک کردم. خیابونتون و شهرتون رو، دوباره تهران، دوباره تهران. این شهر و این ناحیه است. مثلا میشه شهر بابل، مثلا پرو این پایین به ایتالیا میشه پروفینچه، میشه مازندران. تهرانم تو شهر تهران مثلا میتونه ورامین باشه، این پایین میتونه تهران باشه. اینم کد پستی خونه است، کشور هم کشوری که آدرسم اونجاست رو انتخاب میکنم. مجرد یا متأهل بودم میتونم مشخص کنم. چی شد سخت شد؟ مجرد یا متأهل بودم میتونم اینجا ثبتش کنم. یه عکس 3x4 باید انتخاب کنم. یه عکس 3x4 انتخاب کردم. اینجا یه شماره موبایل انتخاب میکنم. اسم دانشگاهی که تحصیل کردم من داخلش رو مینویسم اینجا. زبانی که درس خوندم اونجا میتونم پر نکنم. آیدی اسکایپم رو. بعد سوال بعدی اینه که چجوری آشنا شدم من با دانشگاه، که میزنم آدر و مثلا میزنم یوتیوب. مثلا اینجا باید تیک رو بزنم و دان بزنم. یه مدتی بودش، بوده یه 5-6 روز اول این وبسایت مشکل داشت، من نمیدونم دلیلش چی بود، هاستش مشکل داشت. به دانشگاه چندین بار ایمیل زدیم جوابم ندادن، ولی خود به خود دیدیم که درست شد. دانو که بزنم دیگه این لودینگه تبدیل میشه به صفحه بعد انشالله. بله، خب این رشته که من انتخاب کردم این به این شکل اومده. ممکنه یه رشته دیگه رو شما درخواست داده باشی و یه مقدار متفاوت تر این صفحه ظاهر شده باشه، پس این صفحه برای همه ظاهر میشه. من یه رشته رو درخواست دادم که تقریبا همه مدارک رو بخواد. بعضی از رشته ها انگیزه نامه نمیخواد، یهو میبینیم بعضی از رشته ها زبان انگلیسی نمیخواد. اینجا رو چوز فایل میزنم، گزینه پاسپورت رو نوشته. این بادارم هم راستی بخونیم، نوشته upload document as they are requested in each section
Errors in applications or missing incomplete documents will lead to the rejection of the application. میگه که مدارکتون رو بررسی کنید. اگر مدارکتون اشتباهی آپلود کرده باشید دیگه بعدا جای ادیت نداره. رو چوز فایل CV ما هم که پسوند مثلا PDF داشته باشه رو اینجا. ریزنمرات کارشناسی رو هم اینجا. انگیزه نامه هم Statement of Purpose اینجا. زبان انگلیسی هم سرتیفیکیتش رو اینجا. کارشناسی هم اینجا آپلود میکنم و اگر مدارک دیگه ای دارم علاوه بر اونا، مثلا مقاله چاپ کردم، شرکت در همایشی هستش که سرتیفیکیتی هستش که مهمه، توصیه نامه ای دارم یا چیز دیگه ای، روی چیز فایل کلیک میکنم و اینجا ایرورش چی بود نفهمیدم، اینجا کلیک میکنم. همش هم یه فایل فقط فعلا برای تست انتخاب کردم. اینجا تایید میکنید که نان ایوی تو فاینانشال ساپورت اینجور چیزا رو یس میزنید. البته نو بزنید چی میشه؟ تایید میکنید که شما ویل بیکاسید فور فاینانشال ساپورت تو این ویسه بین این ویدن دیکار اپلیکیشن بر بریم شام بریم 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 شام 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 بریم آپلود که بزنی تمامی این مدارک آپلود میشه. اگر یه دونش آپلود نکردی یا ایرور خوردی، موقعی که دوباره این صفحه میاد بالا دوباره همه این مدارک رو باید آپلود کنی، اینو در نظر داشته باش. خب اینجا من ایمیلم وارد میکنم، اینجا ایمیلم وارد میکنم، دوباره پایینش و همینطور لاگین رجیستر رو میذارم. یه پسوردی هم خاطرم پایین انتخاب کنم. خب اینجا برای من نوشتش که تموم شده و به ادمیشن ارائه میشه و بعد از این من یه دریافت میکنم یک ایمیلی که نشون میده که استاتوس این اپلیکیشنی که درخواست دادم به چه شکل. خب من یه ایمیل دارم دریافت کردم توی گوشیم الان اینجا که تشکر کرده از بابت این اپلایی که کردم و شماره اپلیکیشن منم یه عدد 5 رقمی برام فرستاده و گفته که as soon as possible بهتون اطلاع داده میشه. اپلای دانشگاه ورنو تموم شد الان و دیگه این پروسه میره به ادمیشن میرسه. یه سری حالا دانشجو کارمند هستن که مدارک آپلود شده رو چک میکنن که همه چیز درست باشه و اونو ارسال میکنن برای اساتیدی که قرار بررسی کنن مدارک رو. بعضی اینکه به دست اساتید برسه، حالا بستگی داره که چه تایمی بهشون برسه، چه تایمی اونا وقت بذارن برای اینکه مدارک رو بررسی کنن. این تایم میتونه خیلی فلکسیبل باشه، بین یک هفته تا 50 روز 60 روز هم میتونه طول بکشه. حالا هرچند که بعد از دانشگاه تا 90 روز هم شده که ایمیل میزنم ممکنه طول بکشه، اما با این حال باید منتظر بمونید که تا بهتون یه جوابی بدن، چون تالی نشده که بدون جواب بدن کسی. اگر ریجکت بشید بهتون میگن، اگر هم پذیرفته بشید بهتون میگن که روی هوا کسی نمونه دیگه و تکلیف خودش رو بدونه با دانشگاه دیگه، چون بعضی هستن که توی چند دانشگاه پذیرش میگیرن یا بعضی هستن منتظرن جواب این دانشگاه مشخص شه تا بعد برای دانشگاه دیگه توی ایتالیا اقدام کنن. با این حال اینم از بازی زمانیش، بورسیه هم که در نظر گرفته شده بورسیه 7000 یورویی هستش که حدود 700 یوروش برای غذا و اینا میره و 6300 تاشو به صورت نقد پرداخت میکنن به کسی که توی فاشای یک قرار بگیر. کسایی که فاشای دو و فاشای سه این مبلغ خودم 500-600 یورو کمتر میشه. حالا درباره این که وضعیت بورسی استان چجوریه و دقیق ترشو من در ادامه برای ویدئوهای بعدی میگم، چون خیلی مسئله بزرگ و پر اطلاعاتیه و اصلا جا نمیشه اینجا بخوام بگمش. اما ارزشش رو داره که برای این دانشگاه اقدام کنید و درخواست بدید، به خاطر اینکه اپلیکیشن فی نداره و همینطور تو بعضی از رشته‌ها زبانش اجباری هم نیست. دانشگاه هم دانشگاه قویه و دانشگاه خوبیه. من یه لحظه یه چیزی رو نشون بدم اینجا بهتون، فقط میخوام موقعیت شهر ورونا رو ببینید که چقدر شهر جذابی. تا حالا خودم نتونستم سفر کنم، ازش رد شدم با قطار از ایستگاه شهر ورونا، اما نتونستم داخل خود شهر رو بگردم. شهریه که از توی بینگس هم دارم میرم، شهریه که شهر صنعتیه و
از سمت شرق با پادووا و ونیز، از سمت غرب هم با میلان در ارتباطه، از شمال هم که اصلا دیگه با کشور دیگه ای در ارتباطه. چرا رفتش توی آمریکا؟ مگه تو آمریکا ورونا داریم؟ ایالت ویسکانسین. جالب شد. ورونا ایتالیا رو میخوام. خب رفتیم ورونا ایتالیا. آره این شهر وروناست. یکم زوم اوت کنم. اینجا پادوواه و ونیز هم سمت راستش، این سمت چپش هم میلان اگر این اجازه بده. اینجا میلانه، اینجا ورونا، اینجا پادووا و اینجا هم ونیزه. این بالا هم دیگه میره توی کشور دیگه ای که میبینید، این طرفش اتریشه، این طرفش سوئیسه، این طرفش هم اسلوونیه. کلن هم شمال ایتالیا رو من خودم برای زندگی، برای خدمات آموزشی، برای همه چیز شمال ایتالیا رو بیشتر ترجیح میدم و کل همه ایتالیایی به این شکل. خلاصه نمیخوام بیشتر طولانی ترش کنم. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کنه. اگر پذیرش گرفتید حتما من خبر بدید، خیلی خوشحال میشم. و اگه سوال هم داشتید داخل کامنت بنویسید و اگر این ویدیو مفید بود حتما لایک بزنید. ممنون از همه که روز خوبی داشته باشید.